اختلاف ها بر سر کارشوی مذاکرات صلح افغانستان در دوحه این مذاکرات را با سرنوشت ناروشن روبرو ساختند. اما یک عضو هیئت افغانستان در این مذاکرات امیدوار است که این اختلاف ها که بزرگترین آن تاکید طالبان بر مبنا قرار گرفتن توافقنامه صلح امریکا و طالبان همچون بنیاد مذاکرات است در چند روز آینده از میان برداشته شوند. امو طرحی را که بین دولت افغانستان یا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان است رد و بدل میشه، کلمات علاوه میشه، کلمات تغییر میکنه. امیدوار هستیم تا چند روز آینده ما بتونیم این مسئله را حل کنیم. منابع در دوحه میگویند که مطلق القحطانی نماینده ویژه قطر در امور افغانستان در چند روز گذشته با نمایندگان هر دو هیئت مذاکره کننده صلح در دوحه دیدار داشته و بدیل های را میان آنان رد و بدل کرده است. فکر می کنم که گفتگوها در حال پیشرفت هستند و فکر می کنم که باید درباره نتیجه مثبت بیندیشیم. من به نتیجه آن اطمینان دارم. اما هنوز هم در موقف طالبان در مبنا قرار گرفتن توافقنامه صلح امریکا و طالبان برای مذاکرات صلح افغانستان نرمش به میان نیامده است. وړاندیزون از موږ د خانم کیږي د غوی د خانم کیږي د دومره چې دغه قصه د اویده شوله او مثال د خبرې وخت ونیول خو په همدې اساس باندې کیږي چې پیشنهادونه از موږ د خانه کوم پیشنهاد شي په هغه باندې بس کیږي د غوی د خانه کوم پیشنهاد شي په هغه باندې بس سره کیږي تر څو یو نهایت توافق سره ورسیږو او موږ هیله من یو چې انشاءالله الله پاک دې خیر کوي چې یو نتیجه سره ورسیږو. از چند به این سفر سادی ویژه امریکا برای صلح افغانستان در قطر به سر میبرد و منابع میگویند که قرار است او با ملا برادر معاون سیاسی طالبان دیدار کند. اما روشن نیست که این دیدار به پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان و حل اختلاف ها کمک خواهد کرد.